بدونم بدونم بخورم فکر آخه خورس نعنای قدیمیه شازه. الو الو مهران چطوری کجایی؟ من دارم میام دیگه، من یکم دیگه میام سر کوچه میبینم. قربان تو، قربون خدا. من رفتم خداحافظ. کجا؟ ما بچه های توری گذاشتن خارج از تهران، بیرون شهر بریم یه ذره هوایی بخوریم، حالا هوایی عوض کنیم. چه طرز حرف زدن؟ نه مثلا بازیگر اینجوری حرف میزن، با دوستام اینجوری حرف میزن. برو بسن با برم. کفش با کفش دوباره نمیدونی ما هست اصلا با کفش درو با کفش درو بازم با کفش اومدی بابا دیگه بیا میچیه این خوراکیه دیگه میوه است برات گذاشتم میوه همه چی کامل آره آره همه چی خیار و پرتقال و سیب و دمت گرم دست در نکن دیدم دست در نکن ممنونم نمیاد دیگه برم فداشم یه ذره مواظب خودت باش خودت که میبینی مردم تون تون تو رو چشم میزنن باش از این برم میبینی که تخمه هم گرون شده دیرم شده بذار برم یه ذره ملاحظه ما رو بکنی باشه برو دورت بگردم عزیز منیم باش اداها رو ببین ببین که بعد آب میابردم میریختم پشت بیا بشم برو بشم یا الله اسم این ماشین برکیو من قول میدم که این ماشین اگه خیلی گرون نباشه بخرم اول دوست داشتم رئیس جمهور بشم بعد گفتم نه بهتره نماینده مجلس بشم بگو والا به خدا به پیغمبر این تیم دست هر کی باشه مربی ایرانی این آب خوردم این جام جهانی من با خودم آخرم آبونه چوخ سردل سنه هم سبا یغشترماق اولماز بولسنه اپلم نه اینیرم اوشاق قده ماشالله شیرین دادم نه اینیرم چوخ چوخ شیرین بوازمزی هم ده شیرین بخت ما به من باقیدم ده بگونن نه بی سیه باقیرم گوی باقیدم نم نشم ما نباید بریم تو بوس میدونی اینا قدیمیه خراب آب نمیخوره آب میخوره آب بده بهش آب میخوره اما درست نشد چرا درست شد بچه ها بیا یه حالش بدیم بریم بچه ها بیا اینا یه حال بدیم بریم یه حال بدیم بریم برو حال بده با شما هم بودن ها شما بودن اتفاقا این خرس نشستی اینجا برو کمک کن دیگه برو هیکل مگه پاشو بیا دیگه همه اینا گنده تری عمرن اگر تو بیا خودم اومدم بابا کنار دوستان عزیزم وایسید الان خودم به نجاتتون میام آخش تشتم بوده خلاصه قول بده قول بده آهنی جز
چپ میشد سوپرمن حالا این پرتقال پوست کردیم بخورین تموم شد دیگه لااقل. سلام بابا، سلام دایی، سلام زنده، سلام گل خانم. سلام ردیفی گفتم امرو خوب بود، خوش گذشت. آره باحال بود، خدا رو شکر هوایی تازه کردیم و تنفسی و بالاخره بیرون شهر. تو خدا بفهمه یعنی چیزی در بیا. چی شد حالا بالاخره پلیس شدی نشدی چیکار کردی؟ نه بابا قبولش نکردم. چرا قبول که میکنم؟ نه دیگه نکردم دیگه. نه خب واقعیت چیتم الان صلاح نیست، یعنی هنوز اینو بگی بخون خوشمزه، هنوز جا داره که ذره اطلاعات به دست بیارم، توی فرصت مناسبتری میرم سراغ پلیس شدن. من فکر کردم دیگه الان شهر رو از لوس وجود خلافکارا پاک کردی، از ایادی خلاف. آره خب از لوس که حالا بالاخره فرصت پیش میاد و واقعیتش اینه که من باید بیشتر روی یه ذره رو خودم کار کنم. جدیدم کشف کردم که استعدادهای ویژه‌ای دارم و خوبه که پلیس این استعدادها رو آگاه بشه و بدونه. فقط یه تعاملی باید بین من و پلیس شکل بگیره که قبول بکنه من بتونم استعدادهامو نشونشون بدم. بله جدی دارم میگم. بله بعد اون چی اونجا؟ چی چی اونجا؟ چی چی اونجا؟ اون چی؟ بفرمایید. خوشگل. خب چرا اونجاست؟ 100 سال اونجا. خب 100 سال ببخشید پدر من، ببخش عذر می‌خوام، مهمونم اینجا نشسته. اشتباهی که اینجاست. چیکار داری می‌کنی؟ خوشگل باید اونجا باشه. جابجاش نکنی یا پره؟ عزیزم برای شما پره، برای من پر نیست. بابا سن بیزت نبیل هست ندار میسته بوی جوتوره ایوه کامران اون پره بیشون بیسکت هایی سده بیسکت شون جای دوسته بیا برو برو جای دوسته آبرمزا پردن الله من نجونه هلمشم سن درگو حال آخه گیت گیت جده به برو بس دیگه نخلی برو برو بده گل خانم بیسکتو بدوزه برو کامران چی میگه؟ این چه کاری با کردی؟ چی کار کردی؟ وایسا ببینم چی کار کردم خب؟ فقط میخواستی آبروی ما رو پیش داییت و زنداییت ببری. چه آبروی عزیز من؟ خشتک من پاره شده بعد اصلا آبرو من بره، بعد مگه با خشتک پاره شده آبروی شما میره؟ به من ربط داره این چیزا؟ از این آفتاب میخوره آدم مهربون میشه. برام این بازنشست شدی میدونم سخته دیگه، رود نمیشه بگی. اگه میخوای من ظرفیت مغازه رو خالی کنم خودت بیا وایسا اونجا. فامیل برای همیشون موقعیه دیگه. نه اصلا ما شیوه کارمون با هم فرق میکنه. حالا بیا حراست محل رو دست بگیر. نمیخوام، من خودم یه شرکت خدمات انتظامی حراستی تأسیس کردم. اینا مجوز میخواد. گرفته مجوز گرفتی. آفرین آفرین. گفتم اینا من تجربه دارم، حیفه بالاخره از تجربیات من یکی برای من هم گفتم بالاخره چون فامیلیم باید حواسمون به هم دیگه باشه دیگه. درسته تجربه خودش بله. کامران هم ببر پیش خودت دیگه، خواهر زادتی مهربونیه دیگه. آره دیگه بابا باید داره دنبال درسش یه رشته دیگه یا تا ایشالا بره عصای دست پدر پیرش بشه. آه ما نمیخواییم عصای دست ما، این دوست داره، واقعا دوست داره. من همچنین به تو گفتم بیا مغازه، واقعا صمیم قلبم گفتم.
تو هم اگه یه موقعیت از اینا ببین اون روز گربه اومد تو خونه همچین دنبال این گربه گذاشته بود با آقاش دومشو گرفت انداخت بیرون. یعنی چجوری تو فیلم ها این پلیس ها دوز میگیرن اصلا شکلی... بذار تو مغازه گربه ای موشی چیزی اومد بتونه نه از کامرانم خدافزی کن گل خانم اون طرف هم بیان کامران بله بله کامران مادر به اینجا بینا با این با کفش تو خونه با این دمپایی کسیب شد بیا با این با این کفشای گرون بند آقا نمیخوام اصلا بیا با این کفشا بابا چه گیری دادی بیا یه همه اولی ها نیست مگه نه خب بیا بیا ببینجا مال خونه است این چیه این نمیدونم
چیه کپسول گازت؟ نمیدونی چیه؟ یه هفته است دارم التماست میکنم، میگم این والت من خرابه، این کپسولا رو وردار بیار در مغازه، مشتری میاد دست خالی بر نگرده. کپسول هم به کارت من نمیدونم. نفت میفروشی، گاز میفروشی، تو حالیت نیست، تو کاسبی حالیت نیست، این اقتصاده. میاد اونجا مشتری دست خالی بر نگرده، 1% گفت کپسولا رو بگم اینها، بعد به جای اینکه بیای کمک من بکنی میای سلام داری دارم خیز زرت اینجا پاره میشه خشتکت. به جای اون اینو بردار ببر اونور. بابا خشتکم دوستشم پاره بشه اصلا، گیر دادی به من. اه وای حسن، چه خبر شده؟ چه صدایی بود؟ ها؟ بگو بهش این کپسول. خب؟ من گذاشتم اینجا، بهش گفتم چرا نمیبری اینا رو دم مغازه، همه خواهش کردم، بعد یهوی قاطی کرد، شوت کرد مادر من، رفت خورد اونجا، برگشت اونجا، اومد لایی داد، خورد اونجا، خورد پس کلش، افتاد اینجا، آخ نگفت. خاک برسه ببینم نه چیزی نشده. چیزی نشده چیزی من حس کردم خود، ولی واقعا نمیفهمی نه درد گرفت نمیام چرا یه دونه بزن با این نه بابا دیگه تو هم چی رو بزن بده من ببینی نه بفهم بیا دارید حسن بعد سنن آلده من هیست زاد ماما با جده جده رو شخلانو چی میگه بابا من سیگارم نمیکشم خدا بکش سینمان برو بگی اینو گل خانم اداس اینجا سن بیا بیا شبان اینو ببین اینو ببین گل خانم اینو ببین بیا اینا چی میگی؟ به حق چیزایی ندیده و نشنیده اتوبوس امروز هل دادم سنگه به چه گندگیم گسه برابر این انداخم اون ور من خودم هم متعجبم خودم ناراحتم خودم اینا ماما با ماما بچه چیزی نیستم من سیگارم نمیکشم نه تو رو خدا بکش بردار رزه سر جاش از اونجا آوردم اینجا دیگه میگم بردار رزه سر جاش برای چی خون میذاری اونو اونجا عزیز من محل ثباتم این باید اونجا باشه چرا؟ همینی که هست اصلا چرا تو خونه نفت نگه میداری؟ اینا برای مغازه است عضو اوپکی به چه درد میخوره عزیزم فردا یکی اومد در مغازه گفت نفت میخوام نفت کی دیگه میخواد 40 ساله کسی نفت نمیخواد حالا شاید خواست گیری چرا بحث میکنی برده ببر سر جاش زلونده سیاتیک زلونده نه سیاتیک نیست یه چیز دیگه است سیاتیک نیست بچه بود زانوی شلوارش پاره میشد حالا که بزرگ شده خشتکش پاره میشه بله الله سیز اولدیرسون من نه رفت بازه جنم من نی اولم از این من میرفت بودی من جا به جا کن ببرده این سر جاش الان نمیتونم برو یه 20 تا دبه بردار بیار برو دبه بردار چی دبه خالی خب نفتو خالی کنیم مشکل رو بذاریم سر جاش برو نگات نمی کنم برو نگات نمی کنم چه دنگل بابایی بقیر نشد دیگه فراموش کنی بابا جان این مامانت یه خلوچلی خیلی بامزهی داشت سخت آدم فراموش خود الان چه جوری هستی؟ این خود همینجوری خلوچه بدتر تازه قبیل دانشگاه برو دیره بابا تغذیه برات گذاشتم نون پنیر گردو از این آشغال ماشغالا کالباس و اینا نخری ها دستشویی تو رفتی بله. کفشت هم واکس زدم هی تو را دیگه لغت نزن به این در و دیوار جلو کفشت خراب شده یکم خدافظ بابا چیزی از اون زمین ور نداری دست زخمی شه عاشق این بروجکت هم سلام سلام سلامتی 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 سلامتی
ما دیگه میریم، کار نداری؟ نه دیگه، کلاس تموم شد، من بوفم. باش، خدا حافظ. خدا حافظ. اشتر شانس آوردی ها. والا پاروخ سر به زیر. آره واقعا. یا باید تو خیلی زبلی ها، قبل اینکه بیای دانشگاه بچه مخوطی که پیدا کردی اندازی تو لیسانستو بگیری بچه قشن بزرگ شده. حالا من هی بعدا دور خودم به چرخم. از بس که بی ارزه ای. چه ربطی داره؟ آره دیگه، ببین آدم که واقعا بخواد ازدواج کنه بالاخره آدمشو پیدا میکنه. خیرم بقیه قیافه هم داشته باشه دیگه، کی من نگاه میکنه؟ یعنی چی؟ الان مثلا این شیما جهانگیری، یعنی المیرا علامه خیلی بر رو دارن، اونا با بچه دانشگاه ازدواج کردن دیگه. نمیدونم بفهمم شانس دارم. شانس چیه تو هم؟ ببین تو اول باید درون خودت دنبال جذابیت بگردی، وقتی کشفش کردی و بهش باور پیدا کردی بقیه هم باورت میکنن و دوستت دارن دیگه. ببین اصلا یه چیز روانشناسی کلا باید تو زندگیت داشته باشی. چی با جدی دارم میگم، تو اول باید خودتو باور کنی، بعدم اراده کنی. بابا از قدیم گفتن از تو حرکت، از خدا حرکت. چه ربطی داشت؟ من چه چیز گفتم؟ سلام. سلام. خوبه؟ خوب هستین؟ سلام. خانم قدیمی ببخشید، من میتونم جزوه زبان تخصصیتون ازتون بگیرم؟ بچه‌ها. والا همه از شیبا جان جزوه میگیرن، کلمه به کلمه حرفی استاد یادش میگه. آره دیگه. حالا هست جزوهتون من بده. حتما تو جلسه سومشو دارم و اجازه. نه ببخشید، من جزوه کسی نمیدم. ببخشید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خداحافظ. چی میگی؟ خوبه نمیخواست تو نیمه پسر کیه؟ چیه؟ ایمان محبی کلیتون های دانشگاه از خودشون این پسر یک کلمه باشون حرف بزنه. این چرا میخندی؟ چقدر من فضا سازی کردم، بعد خانم مثل شم برگشته میگه من جزبه دست کسی نمیدم. آفرین. خوان گن زدم باز. شان زدی بودو بودو، تا نرفته جزبه ها تو بهش بده. آره بودو بودو بودو. آقای محبی خوبی شما؟ آره بدی من از اینکه گفتم من جزبه نمیدم منظورم بود که به هر کسی نمیدم. شما کسی هر کسی نیستی. من منظورم این بچه هایی که بشه تو کلاس اومدن همین من برخوش تو راه راه میچرخن. من بچه من که من جمعه دارم شما خیلی منظم مرتب میاد تو کلاس اون شرکت میکنین اینا. یکی که جزبه که میخواستی اگه بفرمایید. آها من بهش جزوه روش تحقیق هم دارم، میخواییم بهتون بدم؟ میخواییم؟ آره میخواییم. شما درد نکنیم خیلی من بگیری؟ این هم بگیری؟ این روش تحقیق با سه رنگ براتون نوشتم. عالی کرد تمیز قشن راحت میتونه پیدا کنیم. آها تصادف من مبانی رو هم دارم و مبانی هم میخواییم. نه من اصلا این ترم مبانی رو بر نداشتم. خب ترم بعد که میخواییم، ترم بعد برای مبانی رو بر میتونیم دیگه. میخواییم دیگه، من الان که ندارم بهتون میدم، فردا من براتون میدم. اگر اجازه بدیم من کلاس هم دیر شده، استاد اومده به ازتون. آره ما هم کلاس رو خدافز بریم، من بریم سر کلاسمون. بابا جون چیکار داری میکنی؟ جزوه مینویسم. باش بگی بخواب دیگه دیر وقته. شما برو بخواب، من کار دارم. باش پس من یه دوش بگیرم بخواب. دوستت در رو بده اینقدر دوش گرفتی. خب نره من تیتر رو که با قرمز نوشتم، مثلا رو با سبز، مثلا با آبی دیگه. خب اگه ایمان پرسپولیسی باشه که خب ما همه رو با آبی نوشتم. خب یواش این همه سب کن، این همه شکر برای چی می‌ریزی؟ باشه معلومه که دیرت میشه، تا صبح میشینه یه یللی تللی. من کار می‌کردم. یه خورده از این بخور اول گلوت باز شه. کار می‌کردم. هاچ داغه شیبا، این دوست چی شد؟ کی؟ دختره که گفتی بچه دار شده چجوری نداشت؟ هیچی، با شوهرش کلاساشون جدا برداشتن موقعی که این سرکلاسون یکی بچه هم میچرونه.
بی ادب؟ چرا؟ میچرونه چیه؟ گفتم میچرونه. چی گفتی؟ گفتم میچرخونه. گفتی میچرخونه؟ گفتم میچرخونه. من قوز قرنی دارم، قوز گوش ندارم و میشنوم. خیلی وقت خواشتور دیگه نمیخوری ها. ما کی نخورم، همه خوردم که. کی خوردی؟ آخرین بار کی خوردی؟ نه، من به جدی میگم، وقتی آمپولتین داشتم چون همه رو خوردم. چشونه؟ باز کن. بهترم. نه، جدی بهترم. اذیت نکن. خب چی شد؟ چی؟ زهرا دیگه. مثلا مشکلشون دانشگاهش، مشکلشون اینه که بچه جو شیر زهر و شیر دیگه نمیخوره، هر چی شیر خوشگم امتحان کردن نخورده. بله اینا هم بچه ها خودمون هم داشتیم از همین بچه ها تو خونه دیگه. میم قرصایی بود به من میدادیم، شبیه قرص نعنا بود. بده بابا همین که مامان من شیر خوش نمیخوردم، بعد مامان برام تعریف میکرد گفت یه دوستی شما داشتین یه قرصی برام درست کرده بود، بگو اسمش چی بود. چیز علی زکریا. آفرین. اون راستوسکی بود، علکی بود. علکی چیه بابا، مامان با همونا بزرگت کرد دیگه. خب نمیشه از این قرصا بدیم بچه زهرا؟ نه بابا اون مال خیلی وقت میشه، اصلا خراب شده اگرم باشه. بعدم تو این سالای چند بار دادیم این بچهای فامیل، هیچ بچه قبولش نمیکرد. من کجاست؟ چرا میدونم؟ اون 100 سال پیشه. بیا مگه نگفتی دیرم شده پس کجا؟ خب بالا برای چی رفتی؟ الان میام. میفتی؟ پیداش کردم. پیدا شد واقعا؟ عجب سمجی هستی تو، مثلا یه آدم رفتاد کجا گذاشتم. مواظب باش. خب بسه یواش بوش خوبه ها برای تو. خیلی. اینو من نگرش داشتم، گفتم هر وقت دلت مثلا برای مامان تنگ شد بوش کنه یادش بیافتی. میگم یه چیزی هم باید نگه داری، من که رفتم حالا دیگه نبودم. بابا نگه نه جرابات از آخر عمر من بوده. ببینم بی ادب نمیخواد بده. سلام، خوبی؟ سلام، خوبه. ممنون، منم خوبم. اینه میگیرین من براتون جزوه که خواستین و خیلی تر و تمیز و با سه رنگ آبی و قرمز یه جایی هم سبز براتون کرد. چه شده نزد کامل کامل آره فرمه هر نگاه بندازیم ببینیم مثلا کامل اونا که ایمان سلام چطوری؟ سلام. این جزوه که خواستی و برات آبارم دست در نکنه. اگه چیزی هم خواستی حتما خیلی ممنونم. بهت کرد دافت شد. این که الان بس سلام آقای مایبی، خوب هستی؟ سلام، خوبی شما؟ سلامت باشید، مرسی. خیلی ممنون. سیرین گفت که جزوه زمان تخصصی لازم داشتی، گفتم براتون. ای وای شرمنده کردی، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خدا نگهدارت. شما چند نفر جزوه میگیرین؟ از خیلی دیگه، من البته توشون نگاه میکنم، هر کدوم که بهتر باشه همون رو جدا میکنم. هر کدوم خوشگل تره. بله. هر کدوم ترتمیز تره. بله دیگه. شما خیلی بیجا میکنی، فکر کردی من مسخره شدم که صبح چشام در اومد انقدر نشستم با سرنگ براتون جزوه نوشتم. مگه من به شما گفتم تا صبح بیدار بشی چشام در بیاد؟ شما بیجا کردی که من سه بار جزوه دادیم، بعد من به بقیه هم سه بار جزوه دادیم. من چه میدونم خانم احسانی از چی عصبانی ان اصلا؟ چی عصبانی جزوه من بده؟ فکر کردی مثلا چه مناقصه است هر کدوم خوشگل تره انتخاب کنه. حالا میگین چیکار کنم؟ میخواین من برم خودمو بکشم؟ آره برو خودتو بکش، به درد مردن میخوری. چش بله
بله سلام علیکم. خوب هستی؟ شمس خانم کجا؟ شمس خانم جون؟ نه شمس خانم نه کجا من یه دقیقه بسید نه آخه بس سالی تمشی اینجا از خواهی میکنم خانم سلام علیکم. خوب هستی؟ حتما خوبه. سلام ببخشید شمسی خانم کجاست؟ ببخشید با کی کار داشتین شما؟ هم شمسی خانم دیگه مدیر ساختمونتون به من گفت بیام راهنمارو رو تمیز کنم. گفتم دستمال مثلا اجازه بدم بس تمیزی انجام بدم برام تمیز کنم. خانم نیکوینا رو میگی؟ خانم نیکوی بله بله همون شمسی خانم. خانم نیکوینا از طبقه پایین اشتباه اومد. خانم نیکوینا از طبقه پایین ما. ایوا ببخشید من قصد سرم تو موبایل بس حواسم پرت. ببخشید شرمنده خیلی. خانم یه لحظه ببخشید ببخشید. بعد من میگم الان که تا اینجا اومدین شما بفرمایید تشریف داشته باشه یه چای و کیوی چیزی بخورید. من شمسی خانم دست شما درد نکنه. خوشین چای میخورم. من هنوز کاری نکردم. یه کیوی تو پوست بگیر من یه کیویه. نمیخوام آقا خواهش میکنم خب کار نکنه منو که زنده باشین بله بله درست بس کجا میاد میگم تو پله ها راهنمایی کن نه بفرما. زنده باشین بله بله چه کاری بله 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 خواهش خیر پیش خیر پیش خدا نیکفوزی بابا میگم تا اینو که کوکتو میزنی من یه دوش سری بگیرم و برگردم شو زود میبنده روی گل ها میشینه شعر میخونه میخنده میگم آ این زنه چرا گیش بود چی؟ نمیدونم زنه چرا گیش بود زنه چیه بابا خانومه بعدم کجا گیج بود به این خوبی به نظر من خیلی هم حرفه‌ای بود از کجا فهمیدی بابا شمسی خانوم آدرس اشتباه به این دادین اومد اینجا سریع هم درستش کرد از طبقه پایین باید میرفت بعد ما طبقه بالا این الان مسئولیت پذیریش باعث میشه تو اینجوری قضاوت کنی راجب من بهش گفتم بشین یه کیوی نمک بزن گو اصلا برم سر ببین کاش واقعا آدم ها تو این کشور همه اینجوری مسئولیت پذیر بودن وضعیت ما این نبود حالا اصلا ول کن جریان پسره رو داشتی میگفتی آه این پسره میخواستم بگم این همش به من گفتش که جزوه من میده جزوه بعد گفتم از من طلب کنه کار بابا میزه تو دهنش نه بابا. ببین باش چی کار کردم بهش گفتم برو بمیر بابا خب رفت خوش دیدم سیر ماشین آفرین من اصلا بابا زنده موند یا نه حالا آخه من خیلی محکم بهش نگفتم برو بمیر اگه بهش گفتم برو بمیر که مثلا ببین شیوا به جان خودم اگه محکم بهش گفته بودی الان پسر مردم خودشو انداخته بود کشته بود اونجا ولی خوب کرد خوب پدر و مادرش چه گناهی کرد بابا واقعا زهرا راست میگه میگه وقتی جذابیت درونی خودتو کشف کنی باریکلا اصلا همه آشکار میشه ببین من میگم همینو الان برو پیش استاد مستادات بگو به من 20 بدی من نمیام سر کلاس بعدش هم برو مثلا پیش رئیس دانشگاه بگو آقا من شاید نرسم بیام این لیسانس منو بدین مثلا همون با زهرا که فکر کنم من دروغ میگم من نه اولا که من گفتم خدا رو شکر که اون پسره نمرد خودشو انداخت زیر ماشین من الان به تو همش راست گفتم بابا الان همش فکر کنم منم بدو من تو الان شده حرفت باور نکنم نجی بله بله خانم چه وضع حرف زدن هستن؟ نه اصلا اینجا نیستن اشتباه گرفتین اه. کی بود؟ چه میدونم بابا مزاحمم چه میگه من مامان ایمان محبی هم شما ایمان مرد ایمان کیه؟ همین پسر که داشتم برای تعریف میکردن مگه راست گفت که تو حرفا جفت خدا ولی خیلی تعارفی اینه یکی بیه نمکی بود دیگه چیزی نبود او بابا اومدم ای بابا چه خبره بله منزل احسانی بله منزل احسانی بفرمایید چه خبر آقا اینجوری شروع کردی اون دختری بی شخصیتت بگو بیاد دم در من حالیش کنم آقا من بچه منو به کشتن بده یعنی چی بسش بچه‌ش ایشال خدا سر این همون دختری پروه تو با بچه من چرا دور من پسر من میپلید شما بچه من چی کار داری پسر شما دوباره جزء خوشخط دوباره دوباره بله بله خود جزء داشه بنویسه پسر تو جنب ببین اگه بلایی سر بچه من بیاد به اون خداوندی خدا من میدونم تو پدرش رو در خانم پدرش که در اومده چی کار میخوان بکنی؟ پسر من الان رو تخت بیمارستان خدا حفظش کنی شفاش بده همین بران سر بچه تو میاد چه خبرت آقا من لرگوش رو سر چیه چیزی شده دختره میخواست پسر من رو به کشتن بده به خاطر این خودش انداخت جلو ماشین خب پسرت خرد دیگه پسرت خرد اولا که به منش ربطی نداره پسر خود اون خله چله بله حالا میبینیم الان ربطشو نشون آقا ول کن دیگه شما بیا پای کوتاه ببینم حالا جوون بوده یه غلطی کرده بابا تو ببینم ببینم من اصلا قانون دانشگاه بعد بفرمایید هر کی میخواد تایید کنه ببین خانم یک بار دیگه یه بار دیگه تو دانشگاه دوروبر پسر من باشی سبز بشی یا من میدونم تو پدرت
هی میگه پدرتو در میاره، پدرش اومده دیگه، بفرمایید بفرمایید. آبروزی میکنه این دختر جون، واسه نصیحت مسیحت اینو نمیگم. من نصیحت چیزی از شما خواستم؟ برو تو بابا، برو تو، برو تو، برو تو، بفرما. ولی قشنگ اومدین و مدیریت کردین ها. میگه همه هم نمیگم میوه، ولی خیلی علاقه دارم وقتی میگیم یه نمک میذاریم. اومدم شیر مادرت حلالت زهرا. اصلا یه بار روانشناسی واسه خودت. هنوز 24 ساعت از کشف جذابیت هم نگذشته که یکی عاشقم شده. اونم اینجور. بابا وقت داری الان؟ برای چی؟ عشان برای دخترمته دیگه، بریم خرید. آه الان حاضر میشم. باشه باشه، پس منم یه دوش بگیرم تا تو حاضر. باشه باشه. شیوا بابا چی کار میکنی؟ اومدم دیگه. مشغولی هنوز؟ بله بله. دستان باشی؟ سلامت باشی. بزنی دستمان رو بزنی من بشون. دست رو در نکنه. خیلی بر افتاده ماشاءالله. اینو با اون آمایه میزنیم اینجوری آره. این تکنیکش خشن همینه، همین کار بکنیم اگر هم میفرمودی؟ مثلا من چون که سرم شلوغه، مثلا شما اگه میخوایی من براتون کاری انجام بدم بعد دو سرش قبلش من بگیم بس... هماهنگی کنیم. باید زنگ بدم. ولی من میام، مثلا زنگ بدن دو روز بعد دیگه حتما میام. بچه من برام یه سوال پیش اومده، شما قبلا هم این برا کار کردین؟ خیلی آشناییم برای من. بله دیگه، من توی مرد خیلی میام میرم. خب من خواهرزن آقا مرتضی هم شدم. همین رو مرتضی هم شدم. بله قسمت رو میبینی همین کسی چیزی رو بزنم. بفرمایید. بله اینجور که نوشته دکتر کامویزه. نه دکتره، نه دکتره مرد. بیچاره جوونم بود، یه تصادفی که لیه شما خواهد که جمعش کرد. اینو برگرده، من دیدم که دیگه حیفه. خب اینجا که نوشته خدمات توران نکاره ای که من انجام. غریب نیستیم، خیلی مشکل. من یه مشکلی دارم خودم، یه کم اینجا خالی شده. خب اینو من چیکارش میتونم بکنم؟ یه کم که این یعنی هیچ چاره دیگه نداره، تا کلا بره کارین. از شما بشه من بانکتون ببینم. بانکتون ببینم. پشتش بعد. همین اینجا رو میگی؟ همین اینجا برای بانکتونه. حالا بانکی هم نیست خیلی، ولی چیکار میکنن؟ ببین از اینجا از اونور که بانک میکنم یا اینجا میکنم. بله. اصلا خوب میشه. جدی خوب میشه. اصلا خوب میشه. اتفاقا آشنام دارم. برادر هم دکتری که مو. داداش هم دکتر کامل. کارش قشنگ تخصصشه. آدم کارش خوبه. من آشنام دارم. بادام جون که نوشتین چیه؟ نه اون مال یه قسمت دیگه یه خدمات دیگه. اصلا یه بخش دیگه. مثلا شما سبزیجات لازم دارید. مثلا کدو می‌خواید، بادام جون می‌خواید، مثلا سبزی قورمه می‌خواید. به من زنگ می‌زنید، من میرم خودم می‌خرم، ترتمیز میشورم، صبح میخوام میرم تمیز کیوی میوی ها چی میوه جاتی کارم نیست، هویج مثلا اسفناج گیشنی پاتروبچه مثلا. اینجا نگاه کنید، خب؟ نوشته که 0% مهمانی های خود را به ما بسپارید. یعنی چی؟ یعنی که مثلا مهمونی بالای 15 نفر داشته باشید، من میام همه کاراشو خودم براتون انجام میدم. مثلا 14 نفر باشین میتونید زنگ بزنید. مثلا تا 10 هم میشه، تا 10 هم اگه باشه شما زنگ بزنید من برم چک. پس من اینو یادگاری اگه میشه پیش خودم باشه. بس شما مثلا گفتم که بریم بریم بابا. آره دیر کردی، یه ساعت من اینجا منتظرتم. پس من اگه چیز شد من بله 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 اجازه. این پلام لیزه، اینا خیلی مهمه. باش من خواهم شدم بابا زمین اینجا میاد. حالا میزنی به من چه ادب ندادم این بچه ها. خسته نباشید، سلامت باشید.